بازان یه نکته در مورد برش رو بگم. ببین وقتی شاخه اصلی رو میاری، خب وقتی که میخوای پروفیل های دولب همون لنگدری رو میخوای فارسی بر کنی، این اول و آخرش یه کمی با مشکل مواجه میشی. برای اینکه مشکل پیش نیاد شما چه کار میکنید؟ مثلا این لنگر رو میخوای 1.60 ببری، درسته؟ شما 1.65 ببر، اولین برش تو 1.65 ببر، که بعدش میای 5 سانت علامت میزنی، برمیگردونی اینجا. ببین برمیگردونی اینجا، مثلا علامت افتاده اینجا، میذاری وسط، دقیقا وسط این چاک، بعد برشتو میزنی. این از برای کجا؟ برای اول پروفیلتون. وقتی برش ها رو که میزنی، برش آخری، ببین برش آخری ته پروفیلتون، خب همیشه یه زایده ای داره. ببین یه زایده ای داره، الان نشون میدم. خب ما الان مثلا برش دادیم، اوکی، بذار من اینجوری بگیرم که معلوم باشه. این زایده رو میبینی؟ گوشتیه، ببینی؟ این نقطه، این کوچولو اینجا، این کوچولو اینجا، این باعث میشه که وقتی میخوای کلاف رو سر هم کنی خوب جفت جور نشه. پس از این رو همیشه این آخر پروفیلا رو باید برداری به حالت، الان تیغه خاموشه، به حالت از زیر تیغه چیه ردش کنی، یا اینکه بیاری با صاب اینو دقیقا در بیاری، که با صاب خوب در نمیاد، با تیغه اینو قشنگ برش بده، بعد اگه دیدی خوب نبود یه صابم بگیری. اینو دقت کنی. این از این. پس چی شد؟ اول کلافو 5 سان اضافه کنید بعد ببرید، اونم میشه چی؟ میشه شاخک. ببین یه چیزی مثل همین، ببین یه چیزی مثل همین میشه شاخک برای پنجره، برای در، همین اندازه هم استاندارده، 5 سان الا 7 سان اینجوری. ببین اصلا اینجا بود، اوکی، 5 سان تو میبرید دقیقا اون زاویه هایی که میخواید درست میشه، شاخکت هم آماده است دیگه، نمیخوای بگه دنبال پرتی ها. پس اینو دقت کنید، این نکته اینجا، اینو دقت کنید.